خواستها مبنی بر محاکمه عاملان جنایت‌های جنگی در افغانستان. پس از نشر گزارش بی بی سی در پیوند به جنایت‌های جنگی برخی نیروهای بریتانیایی در افغانستان، عفو بین‌الملل خواستار بررسی شفاف این رویداد شده است. این سازمان در اعلامیه گفته که یافته‌های بی بی سی سطح نگران کننده از عدم پاسخگویی نیروهای بریتانیایی که در افغانستان فعالیت می‌کردند را نشان می‌دهد. عفو بین‌الملل خواستار بررسی مؤثر و شفاف در مورد اتهام‌های مطرح شده علیه نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان است تا عدالت برای قربانیان برقرار و عاملان آن پاسخگو شوند. وزارت دفاع بریتانیا اما گفته که پیش از این در بررسی‌هایشان در مورد رفتار نیروهای این کشور در افغانستان شواهد کافی برای طرح اتهام نیافته است. بر بنیاد گزارش تازه بی بی سی، نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بارها زندانیان و غیر نظامیان را کشتند. در این گزارش آمده که این نیروها در سال 2010 تا 2011 در ولایت هلمند 54 غیر نظامی را به گونه غیر قانونی کشتند. مشت نمونه خروار است از جنایات جنگی که در افغانستان در دو دهه پسین به وقوع پیوسته. ما یک روز باید است که تاریخ خود ببینیم که مسئولین حکومتی خود ما یا ایست که خبر نداشتن که در مملکتشان چی میگذره در وقت، یا ایست که اگر خبر داشتن سکوت کرده که چی میگذره. امارات اسلامی هم تایید میکند که جنایت های جنگی در دو دهه گذشته از سوی نیروهای خارجی در افغانستان صورت گرفته، اما آمار قربانیان این جنایت ها را به مراتب بیشتر از آمار نشر شده میداند. واقعیتی هست که در طول 20 سال گذشته جناهایی که در اینجا دخیل بودند و حضور نظامی داشتند، کشور ما را اشغال کرده بودند، مرتکب همچون اعمال شدند و ما این موضوع را که آنها پخش کرده و یا می گزارش پخش شده یک بخش بسیار کوچک می پنداریم. بریتانیا بخش عمده از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را در افغانستان تشکیل می داد. در اوج حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نزدیک به 10,000 سرباز بریتانیایی در هلمند مستقر بودند. پیش از این نیروهای استرالیایی هم در جریان فعالیتشان در افغانستان متهم به جنایت های جنگی شده بودند.